در جلسه قبل موفق شدیم که شورت کدمون رو تعریف کنیم و با توجه به فایل register form.php بیایم یک متن آزمایشی رو بنویسیم و خروجی کار رو هم با هم چک کردیم که کارها به درستی انجام شد. خب حالا ما نیاز داریم که فرم ثبت ناممون رو در واقع نمایش بدیم. خب فرم ثبت نام مطابق با سلیقه شما میتونه باشه. ما اینجا یه چیزی برای خودمون نوشتیم به عنوان یک در واقع یک فرم استاندارد و یه سری فیلد تعریف کردیم، مثلا فیلد ایمیل گذاشتیم که نیمش رو هم ایمیل قرار دادیم، تگش رو تکست قرار دادیم. فیلد دیگه که گذاشتیم فرست نیم یا نام کوچک، لاست نیم یا نام خانوادگی و تایپ این دوتا هم هر دو تکست، تایپ این دوتا هم هر دو تکست و نیمشون فرست نیم و لاست نیم. یه فیلد دیگه قرار دادیم برای پسورد، ایاتون باشه اون فرمی که به عنوان دیفالتی وردپرس بود فقط یک فیلد یوزرنیم و ایمیل داشت. خب ما اینجا اومدیم یه فرست نیم گذاشتیم، یه لاست نیم گذاشتیم، یه پسورد قرار دادیم، تایپش رو پسورد قرار دادیم و در نهایت یک دکمه ارسال برای اون قرار دادیم. خب میتونید بیاید یک فیلد دیگه قرار بدید، مثلا به عنوان شماره موبایل میتونید فیلد دیگه قرار بدید به عنوان یوزر نیم دیگه. حالا ما نخواستیم که خیلی شلوغش بکنیم ولی خب روند کار به همین صورت هستش. فرم متدش پست و ارسال بشه به کجا؟ به WP registration URL. در واقع این کدوم آدرس رو برمیگردونه؟ یادتون تو جلسات قبل در صفحه WP login در واقع ما اومدیم، تقریبا میشه گفتش که توی این آدرس بود، WP login action register، توی این آدرس در واقع میاد و این رو برمیگردونه، این تابه دقیقا این آدرس رو برمیگردونه. خب من الان روی این کلیک میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. بیام این سفر رو هم سیف بکنم. خب همونطور که میبینید الان ما مشکلی که داریم اینه که الان اگر شخص یا یوزر بیاد اینجا و توی آدرس بار مرورگرش وارد بکنه این آدرس رو، خب باز هم منتقل میشه به این صفحه. دقیقا مثل کاری که برای فرم لاگین انجام دادیم، باید یک کاری بکنیم که اگر کسی اومد توی این آدرس و این آدرس رو توی آدرس بار مرورگرش وارد کرد، منتقل بشه به کجا؟ به اون صفحه رجیستر خودمون. یعنی کدوم صفحه؟ دقیقاً این صفحه. خب ما در واقع فرم رو الان ایجاد کردیم ولی خب فعلا که کارایی نداره، یعنی ما اگر بیاییم رجیستر هم بزنیم اتفاق خاصی نمیفته. خب من برمیگردم اینجا ابتدا این مشکل رو حل میکنم. یادتونه یه دونه در واقع هوک داشتیم به اسم لاگین فرم لاگین، حالا میخوایم از هوکی به اسم لاگین فرم رجیستر استفاده بکنیم. گفتم وقتی که توی آدرس بار میاد و آدرس صفحه WP لاگین رو میزنید این هوک فعال میشه. پس لاگین فرم رجیستر و ریدایرکت تو کاستم رجیستر رو من برای نام این تاب هوک انتخاب میکنم. خب میام پایین و در انتهای کد هم در کلاس اصلی افزونم این تاب رو معرفی میکنم، فانکشن خب میام میگم که if، در واقع میخوام بگم که اون ریکوست سرور من اگر به صورت get بود،
اگر به صورت گت بود گفتم اگر یک آدرس رو توی آدرس بار مرورگرمون وارد بکنیم و بخوایم وارد اون صفحه بشیم از متد گت استفاده میشه. خب اگر بخوایم که روی این کلیک بکنیم و به صفحه wp-login.php انتقال پیدا بکنیم از متد پست استفاده میشه. خب اینا رو من جلسات قبل دیگه توضیح دادم، توضیح بیشتر نمیدم. پس میگیم که اگر ریکوست متد سرورمون درخواست نمایش صفحه‌مون به صورت گت بود، تو بیا و بگو که اگر دوباره یه ایف دیگه اینجا قرار میدیم، میگیم که اگر is user login از همین شی، بیا و تابع redirect login user رو اجرا کن. خب ما این تابع رو قبلا نوشتیم، بریم ببینیم این تابع در واقع چی کار میکنه. تابع redirect login user، خب در واقع این تابع میاد بررسی میکنه که شخصی که لاگین هستش آیا ادمین هستش یا خیر، آیا این کیپبیلیتی رو داره یا نه. اگر ادمین بود میاد و انتقالش میده، اگر از صفحه ارجاع شده به اون صفحه ارجاعش میده، و در غیر این صورت میفرستدش به صفحه WP ادمین وردپرس، یعنی همون در واقع صفحه پیشخوان وردپرس. اگر خب ادمین نبود به صورت کلی، ارجاعش میده به صفحه ممبر اکاونت که ما برای صفحه کاربری کاربرامون ایجادش کرده بودیم. خب چیز خاصی نداره، ما اینو جلسات قبل کار کردیم. حالا بگیم که اگر کاربر لاگین نشده بود، تو بیاد WP redirect به کجا؟ به هوم URL و ممبر رجیستر، یا همون صفحه که بخوان در واقع رجیستر صورت بگیره. در نهایت یک تیت هم انجام بده. خب بریم تست بکنیم صفحه رو. من میام اینجا وارد میکنم WP لاگین PHP سوال اکشن رجیستر. خب اینجا داره میگه خطای برمیگردونه سطر 234. اینجا من یادم رفت الان به دلار رو بذارم. خب ببینید به صورت صحیح به صفحه رجیستر ما رو برگردیم. خب حالا من اگر لاگین هم باشم، یعنی از قبل وارد حساب کاربری شده باشم، با توجه به تاب ریدایرکت لاگین یوزر من رو میاد اول احراز هویت میکنه که ادمین هستم یا نه. اگر ادمین بودم به صفحه WP ادمین من رو هدایت میکنه. حالا من چون لاگین نیستم و این تاب رو من قبلا با هم تست کردیم، دیگه این مورد رو تست نمی کنم. خب حالا برگردیم به سراغ کار اصلیمون. برخلاف اون فرم لاگینی که ما با هم نوشتیم، این بار برای این صفحه ثبت نام ما باید به صورت دستی بیاییم و کدهایی رو بنویسیم که کاربر بعد از فشردن این حالا دکمه رجیستر یا ثبت نام در واقع ثبت نام بشه. فرایند ثبت نام رو ما باید به صورت دستی براش پیاده‌سازی بکنیم و کد نویسی بکنیم. خب برای این کار باز هم باید بیایم از هوک لاگین فرم رجیستر استفاده بکنیم. پس من میام تو کانستراکتور کلاس اصلی افزونه، مجددا همین روی کپی میگیرم نام تابع رو میزنم دو رجیستر یوزر. خب حالا باید بیام تابع دو رجیستر یوزر رو بنویسم، ببینیم که این تابع چه کار باید بکنه. نوش رو به صورت پابلیک میذارم دو رجیستر یوزر. دقیقا مثل کاری که اینجا کردم،
میام بررسی میکنم، این بار برعکسش میگم که اگر در واقع اون ریکوست متد در حاضر نمایش صفحه به صورت پست بود، تو بیا و این کارها رو انجام بده، چون میدونیم اگر به صورت گت بود وارد حلقه فانکشنی که اینجا نوشتیم میشه و کاربر رو انتقال میده به صفحات دیگه. خب اولین کاری که میکنم میام میگم که if get option users can register. از این قبلا هم استفاده کردیم، یادتون باشه گفتم یک امکان در بذارید من یک بار لاگین بشم، یک امکانی در وردپرس وجود داره در صفحه تنظیمات 247. خب اینجا فانکشن راست ننوشتم، یک امکانی وجود داشت در جلسات قبل صحبت کردیم با هم که توی تنظیمات وردپرس بخش جنرال یا بخش عمومی ما میتونیم مشخص بکنیم که کاربر وقتی که وارد سایتون میشه بتونه ثبت نام بکنه یا نه. این میاد و دقیقا سیف میکنه این اتفاق رو توی کجا، توی یک تیبلی توی دیتابیسمون به اسم WP Options، و برای گرفتن این مقدار میایم از get option و این هم در واقع کی یا همون کلیدی هستش که برای نمایش پاسخ این مورد ازش استفاده میشه. خب اگر تیک داشته باشه true رو برمیگردیم، اگر تیک نداشته باشه false رو برمیگردیم. خب من میام اینجا میگم که اگر true نبود، یعنی اگر false برگردیم، اگر تیکه این صفحه رو نزده بودیم، خب بیا تو یک پیغام رو نشون بده به کاربر. یا یک کار قشنگتری هم که میتونیم بکنیم، ابتدا من میام اینجا یک URL تعریف بکنم، redirect URL مساوی با هوم یعنی چی رو به من برمیگردونه؟ این در واقع این صفحه رو به من برمیگرد domain.com/register، یعنی همون صفحه ثبت نام ما. خب ما این روشت کامنت در میارم که متوجه بشیم دقیقا داریم چی کار میکنیم. اینجا بگم که همین redirect URL اگر تنظیمات روی ثبت نام کاربر نبود برابر بشه با یه add query arg. این تابعه رو قبلا در موردش صحبت کردیم که هر کدوم چی کار میکنم، به همین من دیگه توضیح اضافه نمیدم. این مقدار کلوز رو بگردون و مقدار ورودی که میگیره همین مقدار domain.com/register باشه. خب الان این چه موردی رو برمیگردونه؟ میگیم که اگر این صفحه ما تیکش رو نزده بودیم، یعنی کاربر نتونه ثبت نام بکنه، تو بیا و این رو برگردون domain.com/register و بیا و این رو برگردون در واقع register error. مساویه با کلوست که این هم باید شد underline میشه. خب ما چرا این کار رو داریم انجام میدیم؟ چون ما میخوایم در صفحه ثبت ناممون، یعنی این صفحه اگر نتونست کاربر
در واقع ثبت نام کنیم، پیغام اینو اینجا برگردونیم، با این بعدا حالا کار داریم که چرا ما داریم این کار رو میکنیم، حالا بعدا بهتر متوجه میشه. در غیر این صورت، خب حالا در غیر این صورت بعد اعمال اصلیمون رو انجام بدیم. اولا بیایم مقدار در واقع ایمیل رو بگیریم و تو متغیر ایمیل ذخیرش بکنیم، چون متد پست هستش، پست، و نیمی که برای حالا ایمیل در نظر گرفتیم توی رجیستر فرممون و ایمیل، نیمش رو ایمیل قرار دادیم. خب میگیم که بیا تو این مقدار رو بگیر و توی متغیری به اسم ایمیل ذخیرش کن. خب همه این کارها رو میتونیم انجام بدیم. برای first name، last name، دیگه من سریع این رو انجام میدم. دیگه چیا داشتیم؟ first name، last name و پسورد. نیماشون هم یه نگاهی بندازم، last name، first name و همون پسورد. خب الان ما تونستیم این مقادیر رو در واقع توی متغیرهای ذخیره بکنیم. بهتره برای اینکه امنیت بیشتری داشته باشیم بیاین از تابع sanitize text field استفاده بکنیم، برای اینکه کار sanitize یا به این در واقع تصویه کنیم این چیزهایی که گرفتیم رو که خدا نکرده چیز نامربوطی توسط حالا کسی که میاد این فرم ها رو وارد میکنه وارد دیتابیس ما نشه. خب این هم به این صورت. برای پسورد چون قرار رمز نگاری بشه توسط خود وردپرس، نیازی نیستش که ما بیاییم پسورد رو کاری بکنیم. برای ایمیل هم حالا در ادامه میاییم و یه سری کار انجام میدیم که کسی نتونه در واقع ایمیل اشتباه وارد بکنه. ولی خب اینجا حالا نیازی نیست. بیاییم و یک تابع دیگه رو من میخوام معرفی بکنم. ابتدا بگیم که نتایج در واقع result یه نتایج رو بریز در یک تابع جدید، در واقع از یک تابع جدید تو بیا بگیر register یوزر، از تابع رجیستر یوزر. خب به عنوان ورودی هم میام این چهار تا مقداری که اینجا گرفتم رو بهش براش میفرستم. حالا با این تابع فعلا من کاری ندارم، تا همینجا کفایت میکنه. میام تابع جدیدم رو که اینجا در واقع ازش استفاده کردم میسازم. میام که فانکشن توی این تابه من میخوام بیام بگم که یه سری اعمال رو برای من انجام بده. چه اعمالی؟ اول از همه بیا بررسی بکن، زمین که این مقادیر رو هم باید بگیریم. خب ابتدا بیا ایرور ها رو یک شیء جدیدی بساز از کلاس WP ایرور خود وردپرس.
بگیم که ابتدا بیا بررسی بکن if is email، اگر ایمیل این مقداری که برای ایمیل وارد کردی، یا بهتر بگیم اگر ایمیل نیست بیا توی ارورمون اد کن ایمیل همین گت ارور مسیج رو در واقع برگردون و ریترن کن ارور ها رو. در واقع داریم به متغیر اروری که اینجا ساختیم که خیلی هم من بد نوشتم اینجا، در واقع گفتم که تو بیا یک ارور جدید اضافه بکن تحت عنوان ایمیل و این رو هم مقدارش رو برو از get error message که قبلا نوشتیم بردار. خب من برمیگردم به get error message. اگه یادتون باشه اینجا اومدیم و واسه یه error های مختلف متن های مختلفی نوشتیم، خب من یه کپی از این میگیرم، میگم که اگر اروری داد که اسمش ایمیل بود تو بیا بگو که مقدار وارد شده ایمیل نیست یا ایمیل وارد شده معتبر نیست. خب این مورد اول. برگردم به کاری که داشتم انجام میدادم. خب الان اومدیم بررسی کردیم اگر ایمیل نبود بیاد و این رو به ما برگردونه. خب میشه کار دیگه ای کرد، چون ما باید برای ثبت نام یوزرنیم داشته باشیم و میخوایم از خود ایمیل به عنوان یوزرنیم استفاده بکنیم، پس من بهتره که از یک تابع دیگه هم از یک شرط دیگه هم استفاده بکنم، بگم که در واقع is یا username exist. اگر همچین username وجود داشت بیا یک اروری برگردون تحت عنوان چی؟ ایمیل ایزیست، این ایمیل قبلا وارد شده. خب و رو برگردون دور برمیگردم به تابع گت ارور مسیج و یه مورد جدید براش می نویسم، میگم که اگر مقدار ایمیل ایزیست بود شما بیا و بنویس که ایمیل وارد شده تکراری است. خب اینم از این مورد. دیگه چه کار میتونم بکنم؟ فیلد هایی که گرفتم، خب با فرست نیم و لست نیم که کاری نداریم، گرچه میتونم مثلا بگم که آقا اگر فرست نیم اون کمتر از 3-7 بود بیا اروری برگردیم، ولی الان نمیخوام خیلی کار شلوغ بکنم، برای همین فقط دیگه به پسورد بسنده میکنم، میگم if اگر خالی بود مقداری که برای پسورد وارد شده تو بیا و بگو که پسورد empty و اروری که برمیگردونه به چه صورت باشه، حالا اینا رو ما این لنتش رو قشنگ درست میکنیم فعلا. یکی با سویچ ها مشکل داریم، ادیتور اتم. خب پسورد این ارور رو برگردون که کلمه عبور
نمیتواند خالی باشد. خب تقریبا تکمیل این دیگه این بخش. حالا کاری که باید انجام بدیم، حالا بعد از اینکه اینا رو بررسی کردیم، باید برنامه بیاد و به صورت حالا کلی یا به صورت دستی بیاد و کاربر رو ثبت نام کنه. برای همین ما یک تابعی داریم تحت عنوان WP insert user. خب بریم ببینیم این تابه چی هستش و چی کار میکنه. تابه WP insert user خب میگه که insert user این توی دیتابیس، یعنی در واقع اطلاعات کاربر رو توی تیبل WP user ثبت میکنه، یا به عبارت دیگه، به عبارت ساده تر، کاربر رو ثبت نام میکنه. خب چه مواردی میگیره؟ یک پارامتر میگیره که به صورت array یا object یا WP user باید باشه. خب ما برای اینکه کارمون ساده باشه یک array ارسال میکنیم. یه موردی که داره user pass هست که به دردمون میخوره، user login هست که به دردمون میخوره، و user email. حالا display name رو هم میتونیم برش در نظر بگیم، first name و last name هم هستش. خب میام اینجا و میگم که user data. مساوی با array. خب مقداری که میخوام براش در نظر بگیرم، اول گفتم چی؟ user login، در واقع اون user name شخصی که ثبت نام میکنه، گفتم که این رو میخوام از ایمیل شخص ثبت نام کننده بگیرم، یعنی ایمیل طرف بشه یوزرنیمش. خب این مورد اول. مورد دوم یوزر ایمیل، که این رو هم باید مقدارش رو برای ایمیل قرار بدیم. مقدار بعدی یوزر پاس، که در واقع پسورد شخص ثبت نام کننده هست، این رو از پسورد میگیریم. دیگه میتونیم فرست نیم رو بگیریم، فرست نیم این رو میتونیم از متغیر فرست نیم که قبلا گرفتیم بگیریم، و در نهایت last name. خب میتونیم برای اینکه یک کار جدید هم انجام بدیم، یه display name هم اینجا داشتیم، یعنی نامی که توی سایت نمایش داده بشه. خب از display name میتونیم یک کار جالبی انجام بدیم، بگیم که display name کسی که ثبت نام میکنه برابر باشه با ابتدا اسم first name، و این رو بچسبونیم به last nameش، چون یه فاصله هم بدیم به این صورت. یعنی مثلا اگر من اومدم نوشتم محسن حسنپور، اینجا محسن یه اسپیس و حسنپور دیسپلی نیم هم باشه. خب حالا کاری که باید بکنیم اینا رو پاس بدیم به تابع WP insert user. خب بریم ببینیم این تابع چی بر میگردونه اگر درست باشه. خب میگه اگر که خطایی داشته باشیم WP user WP error بر میگردونه، و در غیر این صورت اگر کار درست انجام شد آیدی اون user رو بر میگردونه. خب پس من انجام نیستم user ID مساوی با WP insert user، و مقدار user data رو هم بهش پاس میدم. خب ما یه تابع دیگه داریم میتونید ازش استفاده بکنید به اسم WP new
یوزر نوتیفیکیشن. خب این تابع میاد در واقع یک ایمیلی به کسی که ثبت نام کرده به این ایمیله ارسال میکنه تحت عنوان که ثبت نام جدیدی انجام شده. میشه هم همزمان به هم شخصی بفرسته که ثبت نام کرده، هم به مدیر وبسایت. خب میتونید مستندات این رو برید مطالعه بکنید، ولی ما چون داریم توی محیط لوکال این کد نویسی رو انجام میدیم، توی لوکال خب ایمیل ارسال نمیکنه. این مال زمانی هستش که شما افزونتون رو توی هاست اصلیتون قرار بدید، اون موقع تصمیم بگیرید که میخواید ارسال در واقع ایمیل هم انجام بدید یا نه. در انتها من میام ریترن میکنم مقدار یوزر آیدی مون. خب یوزر آیدی رو در واقع برمیگردونم، برگردیم به اون تابع بالا که نوشتیم دو ریجستر یوزر. خب گفتم که این مقادیر رو بیا توی این بنویس. الان توی ریزالت باید یا WP ارور داشته باشیم یا آیدی یوزری که ثبت نام رو انجام داده در واقع. خب میشه حالا کار ثبت نام رو هم ادامه داد. بگیم که if اگر if WP error بود مقدار result بیا ایرور ها رو به وسیله تابع جوین که قبلا در موردش صحبت کردیم، یک تابعی هستش که میاد و آرایه ها رو میشکنه و هر جا که در واقع و در نهایت بیم بگیم که به همین صورت که این بالا نوشتیم ریدایرکت رو انجام بده و آرایه اضافه بکن تحت عنوان register error و به جای close بگیم که errors رو بذار جاش. بله و در غیر این صورت باید یعنی این کارا با موفقیت انجام شده. خب پس تو بیا چیکار بکن؟ دقیقا مشابه همین بیا و ریدایرکت بکن، ریدایرکت یو آر المون رو عوض بکنیم، بگیم که اگر ثبت نام با موفقیت انجام شد شما کاربرهایی که ثبت نام کردن رو هدایت بکن به هوم یو آر ال و صفحه ورود در واقع صفحه لاگین که ما با هم قبلا نوشیم. یعنی اگر ثبت نام با موفقیت انجام شد کاربر بیاد به صفحه ورود تا بتونه وارد حساب کاربریش بشه. خب این ریدایرکت یو آر ال رو هم من می‌نویسم مجدد مساوی با اد کوئری اگ مقدار اولش که میشه رجیستر استرد مقدار بعد ایمیل و مقدار بعد ریدایرکت یو آر ال. خب بریم یه تستی بگیریم از صفحه ببینیم که اصلا چیزایی که نوشیم درست کار میکنه یا نه. ابتدا من از حساب کاربری میام بیرون. صفحه رو رفرش میکنم. خب به عنوان مثال من اینجا می نویسم رضا، البته بعد ایمیل هم رو وارد بکنم رضا هستم تاچند
.net first name من رو میذارم رضا، last name من رو مثلا میذارم h و پسوردم با همین چیزی وارد میکنم، رو رجیستر کلیک میکنم ببینم که کارا به درستی انجام میشه یا نه. خب مجدد برگشتیم به صفحه رجیستر. خب این یعنی که یه جا ما یک اروری داریم. خب دوستان دو تا مورد رو باید اصلاح بکنید. WP error که ما تو تاب register user به این صورت مدتدا معرفش کردیم، فراموش کرده بودم که پرانتزش رو هم بذارم، این رو اصلاح بکنیم. خب ما اینجا اومدیم redirect URL رو همه چی رو تعریف کردیم، ولی در انتها نیومدیم که عملیت redirect رو هم انجام بدیم. پس من اینجا می‌نویسم WP redirect و این مقدار و در انتها exit. این از این مورد. و در آخر هم اشتباه هم رو توی این ایفی که قرار دادیم یه دونه علامت مساوی گذاشتیم که خب اشتباه هست و برابری سنجیده بشه. خب پس این رو هم اصلاح کنیم. حالا بریم که با هم یه تستی بگیریم ببینیم که کارهایی که انجام دادیم درست هست یا نه. خب من ایمیل هم رو اینجا وارد میکنم، red@touchin.net، اسم رضا، فامیلی H، میتونه فارسی یا انگلیسی باشه مهم نیستش، این متفید به چه صورت وارد میکنیم. رجیستر کلیک میکنم ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب رجیستر با موفقیت انجام شد و من به صفحه لاگین ریدایرکت شدم. حالا من اگر بیام اینجا رضا touchin.net و پسوردم رو بزنم وارد بشم، وارد حساب کاربری هم شد، پس عملیات ثبت نام به درستی انجام شد. خب